از جمله کشورهای زلزله‌خیز در جهان است. این بار هم زلزله آذربایجان ایران در منطقه اهر و ورزقان بیش از 300 کشته و 5000 زخمی بر جای گذاشت. آمارهای زد و نقیزی در خصوص کشته شدن و مجروحان این زلزله مطرح شده است. نماینده اهر در مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرگزاری های ایران اعلام کرده است آمار کشته ها بسیار بیشتر از آمار اعلام شده است. این زلزله در بعد از ظهر 21 مرداد ماه منطقه اهر و ورزقان را لرزانید و خانه ها را ویران کرد و بسیاری زیر آوار ماندند. به گفته شاهدان مردان بر سر مزارع بودند و زنان و کودکان در خانه که با دو زلزله بسیاری از آنها در روستاهای این محدوده جان خود را از دست دادند و بسیاری بی خانمان شدند. گروه های مختلفی از نهادهای مردمی، داوطلبان و امدادگران به منطقه گسیل شدند. شاهدان بنابر نظرات شخصی و مشاهداتشان نظرات متفاوتی داشتند. اما سکوت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و روزنامه‌های دولتی در خصوص این زلزله سبب طرح سوالات مختلف شد تا بدانجا که مجلس جمهوری اسلامی ایران نیز نسبت به این بی‌توجهی از عملکرد آن انتقاد کرد. بینندگان تلویزیون تیشک درود بر شما. با برنامه صفحه دیگر امشب موضوع زلزله آذربایجان ایران و بیتوجهی رژیم جمهوری اسلامی ایران را با میهمانان گرامی برنامه جناب آقای یونس شاملی فعال سیاسی آذربایجانی، رحیم رشیدی روزنامه نگار کرد و فضائل عزیزان فعال سیاسی و مدافع حقوق بشر آذربایجانی مطرح خواهیم کرد. ابتدا درود بر شما جناب آقای شاملی. درود بر شما و سلام خدمت بینندگان عزیز شما و درود و سلام بر جناب عالی جناب آقای رحیم رشیدی. درود بر شما جناب جمال نازنین و تمامی دستاندرکاران عزیز تیش تیوی و همچنین به آقای عزیزیان و آقای شاملی درود میفرستم. اجازه بدید که در ابتدا نهایت تسلیت و تهنیت خودمونو به مردم شریف آذربایجان اعلام بداریم و ما خود را در غصه اونها شریک میدانیم و به امید این که بازماندگان این مصیبت زدگان از بعد روانی و زیر فشار روانی و کمکاستی هایی که وجود داره خلاص بشن و زندگی عادی در اون مناطق از سر گرفته بشه. در خدمتتونم. بله جناب آقای شاملی، طبق آخرین اطلاعی که جناب عالی از زلزله زدگان در دست داریم، وضعیت کنونی زلزله زدگان در چه وضعیتی قرار داده و آیا آمارهایی که رژیم جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده تا چه حدی بر اساس واقعیت هست و آیا جناب عالی اطلاعی از آمار کشته ها و زخمی شده های این زلزله دارید؟ بله، منم قبل از هر چیز به خاطر وقوع این فاجعه انسانی که در اثر زلزله در اهر و ورزقان آذربایجان و پیوسته به خلق ترک در ایران و به ویژه کسانی که در این زلزله عزیزان خودشون رو از دست دادن تسلیت میگم و اگر بخوام به زبان خودم همین رو برای مردمی که به اصطلاح همزبان من هستن تلویزیون رو میشنوم بگم، باید بگم که ایرانده یاشیان ترکلرین باش سا اولسون باشموز سا اولسون. عرض شود که اون چنان که به اصطلاح در مقدمه هم به درستی اشاره کردین، آمار رسمی که از طرف دولت جمهوری اسلامی مطرح شده تا کنون چیزی در حد 360 انسان که جانشون رو باختن در این زلزله و 200 نفر مصدوم شدن. به صورت آماری که هلال احمر عرضه کرده در مورد مصدومین چیزی در حد یا صدم دیدگان 137 هزار حادثه دیده هم در این به طور گزارش هلال احمر منعکس شده. اما همونجوری که گفتین گزارش‌های دیگری خبر از آمارهای بسیار متفاوت خصوصا در مورد کشته شدگان داره و
برای نمونه خبرنگاری کلمه که مستقیما در تبریز با اطلاب پزشکان در بیمارستان تبریز تماس داشته و صحبت کرده، آمار 1000 و بعدی که از پزشکان آمار 1500 نفری در اون بیمارستان رو قربانی شدن 1500 نفر رو اعلام کرده. اینه که به اصطلاح بر اساس اون سابقه ای که ما از جمهوری اسلامی هم در کنترل اخبار و اینجور حوادث میبینیم، اینه که بسیار من خودم هم مردد هستم که اخبار رسمی که مطرح شده اخبار درستی باشن. و باز بد نیست که اشاره‌ای داشته باشم به این که به اصطلاح میدونید که 3 ساعت قبل بعد از حادثه اولین گزارش منتقل شده از زلزله، 3 ساعت دقت بکنید به مسئله، و بعد 7 ساعت بعد از اولین گزارش به اصطلاح به گزارش زلزله اولین گروه امداد بعد از 7 ساعت به منطقه رسیدن. در گزارشاتی که مستقیما فعالین مستقل حقوق بشر و فعالین مدنی آذربایجان مستقیما با زلزله زده صحبت کردن، حتی رسیدن امدادهای دولتی رو بعد از 24 ساعت گزارش کردن در بعضی از روستاها. یعنی در صحبت‌ها و مصاحبه‌های مستقیمی که با زلزله زده‌ها در این روستاهای متفاوت شده، در جاهایی من از زبان خود زلزله‌ها شنیدم که یعنی بعد از گذشت حتی 24 ساعت امدادگران دولتی به اونجا نرسیدن، ولی امدادگران به صورت فردی و یا به اصطلاح کمک‌های مردمی بعد از 2-3 ساعت محل رسیدن و شروع کردن به کمک کردن. این 7 ساعت بعد از این گزارش، در واقع بعد از 7 ساعت رسیدن اولین امدادگرا، این در حالی است که امدادگرا ظاهرا بایستی در ساعت اول حادثه به اونجا برسن و این به اصطلاح تأخیر 7 ساعته و بعد بنا به گزارش‌های مستقیم از خود منطقه تأخیرهای 24 ساعته برای رسیدگی به مصدومین واقعا بسیار تعجب‌آور، بسیار شنیع، آدم واقعا نمی‌دونه که اسم اینو چی بذاره. در صورت همین جمهوری اسلامی که درست بعد از 1 روز روز دوم اعلام می‌کنه که به اصطلاح پروسه امدادرسانی تموم شده، کار تموم، عملیات امدادرسانی تموم شده و بعد به مراحل بازسازی میخواد شروع بشه، در حالی که به اصطلاح کمک‌های خارجی پشت به اصطلاح مرزهای ایران منتظر کمک به امدادگران بودن، امدادگران رد میکنه. در بعد چند روز که به اصطلاح فشار بین‌المللی، فشار افکار عمومی از داخل و خارج به جمهوری اسلامی وارد میشه، جمهوری اسلامی مجبور میشه درها رو به اصطلاح به روی بعضی از کمک‌های خارجی از جمله ترکیه باز کنه. تگی که از ترکیه با این گروه اومده بود، جون 17 نفر رو بعد از اومدنشون همون یک دونه تگ نجات داده. اینه که میخوام بگم هر روز و پوشش خبری صدا و سیما از این زلزله به قدری با بی‌اعتنایی و بی‌توجهی همراه بوده که معترضین، یعنی اعتراض رو در درون مسئولین خود دستگاه سیاسی، از طرف مجلس، نمیدونم از ارگان‌های مختلف دیگه به اصطلاح اعتراض بلند شده که جمهوری اسلامی پوشش لازم رو، صدا و سیما پوشش لازم رو به این خبر نداده. و حتی همین اعتراضات باعث شد که خود خامنه‌ای 3 روز بعد تسلیت از مطرح بکنه، تسلیت بگه به زلزله زده با. و همین آدم یعنی خامنه ای درست بعد از 6 روز فشار افکار عمومی و مطرح شدن و وسعت گرفتن خبر، مجبور شد به اصطلاح تری بزنه به محل زلزله زده و عکس هایی از اونجا رو به خبرگزاری ها منتقل کنه که گویا رهبر جمهوری اسلامی به شهروندان این کشور اهمیت میده. بله جناب آقای رحیم رشیدی، در نخستین ساعت پس از بروز زمین لرزه در شبکه‌های اجتماعی از عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران و صدا و سیمای آن در برخورد با این حادثه انتقاد شد. منتقدان به پوشش بسیار کم زمین لرزه از سوی صدا و سیما و به جای آن پرداختن به بررسی مسائل کشور سوریه و فلسطین و راهپیمایی روز قدس و پخش اجرای مراسم شب قدر و بی‌توجهی محسوس دولت مردان و مخصوصا صدا و سیمای داخل ایران اعتراض داشتند که در ادامه این اعتراضات مردمی صدا و سیما
بعد از گذشت 3 روز مجبور به پوشش خبری این حادثه شد. به نظر جناب عالی، اول دلیل این که جمهوری اسلامی ایران بی توجه است به نسبت مسائل آذربایجان ایران و مسائل مناطق در واقع ملیت های تحت ستم ایران، جناب عالی دلیل این را در چه میبینید و دلیل این که امکان امداد رسانی به این مناطق از سوی رژیم در واقع اهمال میشه، جناب عالی اینو در چه میبینید؟ من فکر میکنم میشه از 2 زاویه به سوال شما پاسخ گفت. رسانه جمهوری اسلامی ایران یا ماس مدیا در کلیت خودش آزاد و دموکراتیک نیستش. رسانه های داخلی ایران کارشون اینه که همه چیزو وارونه جلوه بدن، سانسور رو به پیش ببرن و فکر میکنن با ایجاد چنین فضایی میتوانن بر روند مسائل داخلی کشور تأثیر بذارن. یادمون نره که رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی از طرف شخص رهبر نه انتخاب بلکه انتصاب میشه و حتی رسانه های دولتی که امروزه میشه گفت تمام رسانه ها دولتی هن در جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت شدید بیت رهبری و بیت سید علی خامنه ای اداره میشه. این رسانه ها باعث شدن که خود آقای خامنه ای حدوداً بعد از 24 ساعت از وقوع زمین لرزه در آذربایجان شرقی بیان یه پیامی به مردم بدن و همان گونه که مهمان عزیز برنامه به ابعاد گوناگونش اشاره کردن، بعد از طی شدن گذشت چند روز ایشون به آذربایجان رفتن و سخنرانی هم که اونجا ارائه دادن بیشتر در چارچوب منافع جمهوری اسلامی ایران بود، اینکه مردم متحدن، این نظام رو میخوان و الی آخر. بله، این یک. ولی شبکه های اجتماعی و رسانه های برون مرزی، رسانه های دموکراتیک، تلویزیون های متعدد من جمله تیش تیوی، این یک بندان رو در هم شکستن و نگذاشتن که جمهوری اسلامی ایران به این هدف خودش دست بیابه و باید به اونها تبریک گفت. ولی این انتظار از رسانه های داخلی کشور به نظر من از طرف آزادی خواهان، از طرف نیروهای دموکرات و سکولار، از طرف جریان هایی که خواستار تغییرات اساسی و کنار زدن کلیت رژیم هستند خیلی بیمورد هستش. چرا؟ مگر همین رسانه ها در طول حاکمیت این رژیم سانسور رو به پیش نبردند؟ مگر همین رسانه ها اسباب اعتراف گیری از زندانیان سیاسی و از شهروندان ایرانی نبودند؟ مگر همین رسانه ها با همترازی وزارت اطلاعات در شکنجه و اعمال شکنجه و اعتراف گیری به زور که یه نوع از شکنجه ازش دست نداشتند؟ پس به نظر من انتظار بعضی ها از این که رسانه ها باید می اومدن، رسانه های جمهوری اسلامی ایران اینو پوشش خبری می دادن و الاخر، و چرا این کارو نکردن؟ اینهایی که ادعا می کنن در شرایط کنونی می تونن بحران جهانی و مدیریت بکنن، اولین مسئله ای که پوشش نمی دن، خب اونها از تمام مسائل اونجا خبر دارن. آذربایجان و اون مناطقش جزو محرومترین یا جزو مناطق محروم ایران محسوب میشه. اونها نخواستن که جامعه جهانی در بیابه در قرن 21 حکومتی که در چند سال گذشته کابینه احمدی نژاد بیش از 500 میلیارد پول نفت به جیب زده، امروز با یک زمین لرزه ضعیف و 6 ریشتر این همه خسارت انسانی به بار میاد و صدها روستا ویران میشن بدون اینکه در واقع حکومت جمهوری اسلامی ایران خمی به ابرو راه بده. مسئله دوم، من میخوام ممکنه تا حدودی بحث سیاسی بشه، وقتی که فعالین سیاسی و کنشگران جامعه ایران پا فشاری میکنن که باید ایران آینده فدراتیو باشه، همین زمین لرزه
خود نمایانگر این واقعیتی که باید در ایران تقسیم قدرت و ثروت صورت بگیره. تقسیم ثروت به خاطر این که این عقب افتادگی های اجتماعی و اقتصادی جبران بشه و تقسیم قدرت به خاطر ایجاد حکومت های منطقه ای. آیا اگر ایران فدراتیو بود، اگر آذربایجان حکومت فدراتیو خودشو داشت و مرکز اون تبریز بود، در امداد رسانی به مناطق زده خیلی بهتر نمیتونستن نقش آفرینی بکنن؟ و در این هیچ شک و شبهه‌ای وجود نداره که جون آدم ها برای جمهوری اسلامی ایران هم چندان مهم نیست. یادمون نره در همون اوایل زمین لرزه کشورهای چون آمریکا، آلمان، پاکستان، ترکیه اعلام کردن که آمدن کمک های انسان دوستانی خودشونو به زلزله زدگان برسونن، ولی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که نیازی به کمک خارجی نداره. بله جناب آقای رشیدی، من میخوام این سوالو از جناب آقای شاملی بپرسم که دلیل رد همکاری های کشورهای مثل آمریکا، سوئیس، تایوان، سنگاپور، آلمان و حتی ترکیه در واقع چه بود که جمهوری اسلامی ایران این همکاری را رد کرد و گفت که عملیات امدادرسانی با استفاده از توان داخلی انجام میشه و نیازی به کمک های بین المللی نیست؟ توجه به اون چی که در ایران، منطقه و جهان میگذره و سیاست های جمهوری اسلامی در قبال اون، من در واقع بی توجهی به مسئله زلزله در آذربایجان و یا سانسور این خبر و یا کم اهمیت دادن این خبر از طرف جمهوری اسلامی رو و یا سومین فاکتی که مطرح کردیم، کمک رسانی از به اصطلاح امدادگران خارجی رو، من در دو چیز میبینم. علت این که جمهوری اسلامی امدادهای خارجی رو در وهله اول نپذیرفت، علتش این بود که به اصطلاح اگر امدادگران خارجی به ایران میومدن، در واقع وسعت این ناهنجاری و این فاجعه در افکار عمومی دنیا بیشتر مطرح میشد و با سیاست جمهوری اسلامی که به اصطلاح در واقع کم اهمیت جلوه دادن اون بود در تضاد قرار میگرفت. جمهوری اسلامی در واقع با فشار افکار عمومی در داخل و فشار افکار عمومی در خارج و انعکاس این خبر، من در همینجا و از همینجا میخوام به اصطلاح تمامی ارگانهای رسانه‌ای و فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی در داخل، به خصوص فعالین مدنی آذربایجان که از منطقه گزارشات مستقیمی تهیه کردن و این قضیه رو منعکس کردن در خارج، واقعا ازشون تشکر کنم و تبریک بگم بهشون که موفق شدن تلسم و سکوت جمهوری اسلامی رو در این قبال زلزله و در این که بسیار این زلزله که همه حبیت دارن بشکنن و جمهوری اسلامی رو مجبور به واکنش بکنن، مجبورشن درها رو باز کنن، امدادگران خارجی بیان و خود خامنه ای رو از بیتش بیرون بکشونن و بیارن حداقل لحظه ای هم که شده عکس بگیره از منطقه که بسیار به این قضیه توجه کرده. ولی من میخوام به دو فاکت و دو سیاست جمهوری اسلامی در اینجا اشاره بکنم که علت به اصطلاح رفتار جمهوری اسلامی با مسئله زلزله در ایران بود، یعنی کم اهمیت و بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی به زلزله در آذربایجان، به دو فاکت ربط داره که دوست دارم اینو مطرح بکنم. یکیش سیاست های جمهوری اسلامیه. سیاست های جمهوری اسلامی میخواد به اصطلاح در همون اسنایی که در ورزگان، در اهر و مردم روستاهای مختلف حتی آمبولانس نداشتن، با خر، با الاغ، با بغلشون در با ماشینای شخصیشون امدادگرا مردم رو از منطقه زلزله منظور امدادگران مردمی رسوندن، در طی راه گزارشات نشون میده که به اصطلاح 20 نفر در طی راه به خاطر طولانی بودن راه جونشون از دست دادن. جناب آقای شاملی البته کوتاه، طی اطلاعاتی اخباری که به دست ما رسیده، کسانی که حتی از مردمانی که همکاری کردن، امداد رسانی کردن به زلزله زدگان، تعدادی از فعالین در واقع از طرف نیروهای جمهوری اسلامی ایران دستگیر شدن. حتی کاملا درسته، نه تنها در اونجا، در خود شهر ورزگان، در اعتراضی که حتی در بزرگ داشتی که در به اصطلاح در تبریز برای این گرفتن، اون رو به اصطلاح جمهوری حمله کردن، نیروی انتظامی به هم زدن. میخوام بگم که همون زمانی که به اصطلاح یک دونه آمبولانس نبود که این امدادگرا رو از منطقه به چیز برسونه، به تبریز یا اردبیل یا شهرهای دیگه برسونه، همزمان 2300 تا آمبولانس همون روز 2300 تا آمبولانس از طرف جمهوری اسلامی به بشار اسد تقدیم میشه که به اصطلاح
قتل و غارت خودش علیه مردم خودش دنبال بکنه. اینو فکر کنید که 2300 تا آمبولانس فقط کافی بود 10% اون آمبولانس ها در منطقه بودن، جون بسیاری از آدمایی که در راه از همون محله زلزله تا تبریز یا شهرهای بزرگ و بیمارستان‌های بزرگ منتقل بشن جونشون رو به اصطلاح از دست نمی‌دادن. اینی که من می‌خوام بگم یکی از مهم‌ترین فاکت‌ها در واقع کم جلوه دادنش در این بود که جمهوری اسلامی تمرکز خودش رو در تبلیغات، در مدیا، در رفتارش بذاره به کمک به جنایتکاران، چون بشار اسد و به اصطلاح سیاست‌های بین‌المللیش که نشون بده در ایران خبری نیست. اگه خبری هم هست این خبر بسیار کوچیکی بوده که در روز اول، یعنی درست بعد از یک روز، دولت جمهوری اسلامی اعلام میکنه که امدادگری تموم شده. یعنی این چیز بسیار چیز مهمی نبوده و از بین رفته. دومین فاکتی که جمهوری اسلامی به این قضیه رو کم اهمیت جلوه میده مسئله آذربایجانه. خیلی از این بحثایی که توی مدیای به اصطلاح بین‌المللی مطرح شد، اشل ملی قومی این قضیه رو که اینجا آذربایجان و این اتفاق برای خلق ترک و در سرزمین‌های خلق ترک در ایران اتفاق افتاده، اینو کم جلوه و یا بی اهمیت عرضه میکنن. من در همینجا میخوام یک متدی رو مطرح کنم که ببینید چقدر این موضوع، یعنی آذربایجان بودن این مسئله و ترک بودن این منطقه، چقدر در سیاست جمهوری اسلامی و رفتارش در همین رابطه با زلزله اهمیت داشته. در 30 سال گذشته رفتار جمهوری اسلامی با آذربایجان، با خلقهای غیر فارس در ایران، با آذربایجان، با کردستان، با بلوچستان، با منطقه عربی چجوری بوده؟ این سیاست ضد به اصطلاح ملیت های غیر فارس در ایران یک روتینه، یک اساس بنیاد سیاست جمهوری اسلامیه، عادت ذهنی به اصطلاح سیاستدار جمهوری اسلامیه، حتی عادت ذهنی بعضی از متاسفانه همراهاشون در اپوزیسیون هستش. یعنی که اگر این عادت، این ذهنیت، این تفکر ضد دیگری، یعنی غیر فارس بودن در ایران مذمومه و رفتار جمهوری اسلامی همونجوریه، چجوری با این سیاست که 30 سال ذهنیت سیاست مدار رهبر جمهوری اسلامی و تمام های ارگان های جمهوری اسلامی در اون خط عمل میکنن، وقتی زلزله میشه اون خط فراموش بشه و اونها بخوان انسانی عمل بکنن و دقیقاً اون رفتاری رو بکنن که با مناطقی که ممکن این زلزله در مناطق به اصطلاح فارس زبان بیفته، من اینو باور نمیکنم. البته من دوست ندارم این قضیه اشل این قضیه رو زیاد بزرگش بکنم، اما این واقعیت رو ابدا نباید کتمان کرد که به اصطلاح این حادثه، یعنی حادثه در آذربایجان و یا مناطق غیر فارس، در مجموع به نظرم در سیاست گذاری و رفتار جمهوری اسلامی بسیار بسیار اهمیت داشته، به خاطر اینکه سیاست جمهوری اسلامی در رفتار با قلب‌های غیر فارس در ایران سیاست تبعیض‌آمیز، سیاست تعرض‌آمیز، سیاست انکار وجود اون قلب‌ها در کشور ایرانه. چجوری میتونه این سیاست که 30 سال ذهنیت سیاستمدار ایران رو ساخته و دولت ایران رو پیش برده امروز در رفتار با زلزله در آذربایجان عمل نکنه؟ اینو من باور نمی‌کنم. بله، خیلی متشکر جناب آقای یونس شاملی، فعال سیاسی آذربایجانی، از شرکت جناب عالی در این برنامه. شب خوشی را برای شما آرزومندم. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. جناب آقای رشیدی، آیا چیزی که آقای شاملی میگن، آیا امداد رسانی واقعا فرق میکرد اگه این زلزله در مناطق دیگر ایران من جمله شیراز، تهران یا اصفهان رخ میداد؟ آیا امداد رسانی و خبر رسانی در زمین زلزله فرق میکرد به نظر جناب عالی؟ به نظر من تا حدودی فرق میکرد. چرا؟ چون اگر شما به سرمایه‌گذاری کلان اقتصادی در طول 100 سال گذشته حداقل بنگرید، تمام این پروژه های کلان اقتصادی در مرکز دایر شده. مثلا کردستان بهترم هست نسبت به زاهدان، نسبت به خوزستان، نسبت به کرمانشاه یا سقز و سردشتبانه خیلی متفاوته و در این شکی وجود نداره. ولی اینجا من میخوام یک مسئله رو تصحیح بکنم در این رابطه. ما با ملت فارس در ایران سر ستیز نداریم، با یه دستگاه حکومتی فاسد سر ستیز داریم که همگان را مورد تبعیض قرار داده و مورد تبعیض قرار میده و سرمایه های ملی ایران رو به جیب تروریست ها در لبنان، در عراق، در ونزوئلا میریزه و سرمایه ها به اونجا سرازیر میکنه. و مشکل ما با یک دستگاه حکومتیه که با هر آزادی خواهی، با هر دیگر اندیشی، با هر آدم آزاد و دموکراتی
مشکل داره. مشکل ما با سیستمیه که تا حدودی فارسیده یه جورهایی که همه چیز فارسی شده، مسئله آموزش و پرورش و فلان و اهمیت ندادن به زبان مادری مدیتا و اینا، نه این که ما خدای نخواسته با ملت فارس سر ستیز یا مشکلی داشته باشیم. مشکل ما با سیستمیه و با دستگاه دولتی و با حاکمیت سیاسیه که همگان را و یه عده‌ای را مورد ستم مضاعف قرار داده. اینو باید خیلی ظریف هستش و باید اینو مورد نظر داشت. بله. ولی تنها جمله ایم که در رابطه با تکمیل سخنان آقای شاملی میخوام بگم، واقعیت اینه که جمهوری اسلامی ایران این تحریم های کمرشکن بین المللی داره دستگاه دولتی رو در ایران فلج میکنه و هدف تحریم های جامعه جهانی هم اینه. جمهوری اسلامی ایران میخواد وانمود بکنه که این تحریم ها تاثیرگذار نبودن. ما اوایل هم گفتیم که این تحریم ها تاثیرگذار. شما اگر بیایید کیس تحریم ها رو در اروپای شرقی، در یوگسلاوی، در دوران حکومت صدام حسین ارزیابی بکنی، سران این حکومت ها شبها خوابشون نمی برد از وحشت تحریم های جامعه بین المللی. صبحش هم جلو دوربین ها و تلویزیون ها ظاهر می شدن و از بی تأثیری این تحریم ها سخن می گفتن. جمهوری بله. اسلامی ایران در اوایل خواست وانمود بکنه که دستگاه دولتی قدرتمنده و می تونه اطلاع رسانی بکنه، می تونه امداد رسانی بکنه، ولی بعد از گذشت چند ساعتی مشخص شد که تمام این مسائل پروپاگنده و تبلیغات سیاسی هستش. بله. هدف از چنین برنامه‌ای هم در تیش تیوی باید مشخص بشه که توده های مردم ایران مطلع بشن که این دستگاه حکومتی دستگاه ناتوانیه، دستگاه فاسدیه. پس مردم به اتحاد و همبستگی نیازمندن که اگر چنین اتفاقات طبیعی اتفاق بیفته، فقط اونها هستن که به داد هم دیگه خواهند رسید و تمام حکومت های دیکتاتوری به ویژه جمهوری اسلامی ایران از ارتباط مردم، از اتحاد مردم، از هماهنگی مردم وحشت داره و نمونه آخرش هم در حرکات خودجوش مردم شریف ایران و کردستان و مناطق دیگر ایران در همدردی و کمک رسانی به همسرنوشتان و هم نوعان خودشون در آذربایجان شرقی مشاهده نمود. بله، جناب آقای فضائل عزیزان، فعال سیاسی و مدافع حقوق بشر آذربایجانی، درود بر شما. درود بر شما و درود بر همه همیهنان عزیز و گرامی که صدا و تصویر ما رو دارن و درود به آقای رحیم رشیدی و آقای شاملی گرامی. بله جناب آقای عزیزان، جناب آقای رشیدی و شاملی در سخنانشون اشاره‌ای داشتن به اینکه امداد رسانی در مناطق زلزله زده آذربایجان ایران خیلی خیلی از طرف رژیم ضعیف بوده. آقای رشیدی بر این باورند که مشکل سیستم حکومتی هست و اگه سیستمی فدرال در واقع در ایران برقرار بشه این مشکل کمتر خواهد بود و آقای شاملی هم بر این باورند که در ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران این هست که با اقلیت ها با ملیت های مختلف داخل ایران سر ستیز داره و امداد رسانی نمی کنه به ملیت های تحت ستم ایران. نظر جناب عالی در این خصوص؟ من این مسئله را از بعد فراتری می بینم. مشکل در ماهیت استبدادی و غیر رژیم جمهوری اسلامی، حتی اگه رژیم فعلی جمهوری اسلامی به صورت فدرالیسم هم اداره بشه، باز چون ماهیت این رژیم ماهیت استبدادی نمیتونه کارساز باشه مگر اینکه این رژیم سقوط کنه و بعدن در مورد این چه سیستم فدرالیسم میشه یا هر نوع شکل حکومتی، خب میتونیم اینا رو بعد از سقوط جمهوری اسلامی بررسی کنیم. اما ببینید رژیم این که سانسور خبری و حتی به حوزه حادثه های طبیعی چون زلزله تسری داده، حکایت از آسیب پذیری رژیم داره و یک بحران مقبولیت و مشروعیت رو نشون میده. و من ببینید معتقد هستم که
رژیم به این مسئله کاملا امنیتی نگاه کرده و با توجه به اینکه به صورت سیستماتیک و نظاممند خبر زلزله را سانسور کردند. فکر میکنیم دلیل نگاه امنیتی ساعت جناب آقای عزیزان زلزله روزنامه کیهان شریعت مداری نیز در تیتر اول خود ترجیح داد تا اخبار مربوط به سوریه را مطرح کنه، نشون از وحشت رژیم داره که مبادا این حادثه فاجعه‌ای که پیش اومد در آذربایجان منجر به یک خیزش های اجتماعی بشه. بله آقای عزیزان، دلیل این نگاه امنیتی به مناطقی همچون آذربایجان ایران، عربستان ایران، بلوچستان ایران و کردستان ایران در واقع جناب علی اونو در چی میبینیم؟ ببینید همونطوری که من عرض کردم، ببینید این نگاه امنیتی نه تنها به آذربایجان و کردستان و بلوچستان، در همه حوزه ها هست. ببینید حتی در زلزله بم هم اطلاع رسانی بسیار ضعیف بود. در البته مال آذربایجان به نسبت زلزله بم خیلی خیلی ضعیف بود، یعنی در زلزله بم تا حدودی اطلاع رسانی شد در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. بله ولی اگه به سوابق بنگرید همیشه در هر زمانی من این اخبار آرشیو صدا و سیما رو که دنبال می کردم، در زلزله بم با تأخیر به این مسائل پرداختن و رژیم از گذشته های بسیار دور به این نوع مسائل به دید امنیتی می نگره، به خاطر اینکه هر نوع تجمعی و تصور میکنه که ممکنه منجر به یک نوع خیزش های اجتماعی بشه. بله جناب آقای رشیدی، نظر جناب علی در خصوص سخنان جناب آقای فضائل عزیزان چی؟ آیا ترس رژیم از خیزش مردم آذربایجان هست که به این مسائل در واقع اهمیت نمیده و اخبار این مناطق را در خصوص زلزله در واقع پوشش نمیده؟ در کلیت خودش میشه گفت که دستگاه حکومتی در ایران یه دستگاه کاملا دیکتاتوری و استبدادیه و خیلی هم مشخصه که این ارتباط تنگاتنگی که باید میان دولت ملت وجود داشته باشه وجود نداره در ایران. مثلا اگه شما در کشورهای اروپایی نگاه بکنید، با آمریکا قدرتمندترین اقتصاد جهانو داره، بیشترین امکانات دنیا در آمریکاست، ولی اگر یک رخداد طبیعی، یک رویداد طبیعی، یک زمین لرزه یا سیلی میاد، آمریکایی‌ها هیچ وقت نمیخوان درهای خودشونو به روی کمک‌های خارجی ببندن. اتفاقا اونا درخواست میکنن که دنیا به کمک اونها بشتابه. حتی من میخوام پافشاری بکنم بدون اینکه اینا به این کمک ها نیاز چندانی داشته باشند. و این روابط تنگاتنگ انسان ها در بعد بین المللی و در جامعه بین المللیه، ولی خیلی طبیعیه که در ایران این حکومت که انتخابی نیست، مردم در سرنوشت خودشون دخیل نیستن و نمیتونن نقش چندانی ایفا بکنن. بر همین مبنا اگر مثلا شما ببینید آقای عزیزیان به درستی اشاره کردن، رسانه های داخل جمهوری اسلامی ایران بیشتر به مسائل سوریه، مسائل آمریکای لاتین، لبنان و فلسطین اهمیت میدادن. حتی روزنامه رساله که روزنامه دولتی هست یا روزنامه کیهان به منتقدین در این زمینه که حتی در دستگاه حکومتی بودند حمله کردن و گفتن این اقدام علیه امنیت ملی و چنین مسائلیه. و در این نباید شکی داشته باشیم که در شرایط کنونی وضعیت خیلی پیچیده‌تر. من در سخنان قبلیم اشاره کردم که جمهوری اسلامی ایران تمام تلاشش اینه که وانمود بکنه قدرتمنده و میتونه بر اوضاع مسلط باشه، ولی رسانه‌های دموکراتیک، رسانه‌های آزاداندیش در واقع این توطئه جمهوری و این سیاست استراتژیک جمهوری اسلامی ایران رو با شکست مواجه کردن و نشون دادن شبکه های اجتماعی، گروه های خود جوش در داخل ایران که دستگاه حکومتی خیلی ضعیفتر از اونیه که میخواد در ذهن شهروندان خودش به عنوان یه غول تصور بشه. و تمام مسائل رو باید در چارچوب عدم مدیریتی در مرحله اول و در مرحله دوم بی‌کفایتی یه چنین دستگاهی و در مرحله
مرحله سوم که به نظرم از دو مرحله دیگرم مهمتره، نگاه تبعیض آمیز دستگاه حکومتی به این مناطق هستش. و من در سخنان پیشینم اشاره کردم که این پروژه های کلان اقتصادی در طول 100 سال گذشته بیشتر در مرکز ارائه شده و خیلی طبیعیه که سطح زندگی در اونجا با مناطق ملیت ها خیلی خیلی متفاوته و همین مسئله کمک میکنه اگر چنین رویداد طبیعی به وقوع پیونده در اون مناطق، اطلاع رسانی یا کمک رسانی یا امداد رسانی خیلی سریعتر خواهد بود. یکی از راه‌های کمک رسانی و امداد رسانی در چنین شرایطی در واقع راه هواییه و این خودش هم نشون میده که سیستم هوایی ایران هم در این رابطه نتونست نقش چندانی ایفا بکنه، چون زمین لرزه تمام این جاده ها و اتوبان ها و در هم میریزه خراب میکنه. پس راه هوایی بهترین راه برای امداد رسانی و کمک رسانی به زلزله زدگانه، ولی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه هم نتونست نقش چندانی ایفا بکنه. از سوی دیگه بعد از گذشته چند روز از این زلزله هنوز آمار دقیقی از کشته شدگان و زخمی های این رویداد طبیعی در دست نیست. شما بیایید رئیس سازمان مدیریت بحران کشوری آمار میده، وزارت بهداشتی آمار میده، پزشک قانونی یه آمار میده، خود مردم یه آمار دیگه میدن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران یه آمار دیگه میدن و این نشانگر این واقعیته که این دستگاه ناکارآمد و ضعیفیه. به همین دلیل مردم باید خودشون با هم در تماس باشن، باید اتحاد داشته باشن و باید ارتباط داشته باشن و ما میدونیم آقای پورکریم که در سالیان گذشته این اتحاد در رویدادهای گوناگونی خودشون نشون داده. اجازه بدید که من اشاره بکنم به همدردی و همقدمی مثلا ترک‌های آذربایجان با کردها در سال روز ترور دکتر قاسملو که اعتصاب صورت میگیره، یا اینکه بلافاصله حزب دموکرات کردستان ایران به عنوان یک نیروی اجتماعی بیانیه میده و از مردم کردستان درخواست میکنه که به یاری همسرنوشتان خودشون در آذربایجان شرقی بشتافن، یا اینکه تبریزی ها میان در رابطه با خشک شدن و عدم مدیریت و بی‌کفایتی رژیم در رابطه با دریاچه ارومیه در تبریز تظاهرات را اندازی میکنن. تمام اینها همبستگی این ملیت ها با هم نشون میده، چیزی که جمهوری اسلامی ایران از اون وحشت داره. من یه چیز دیگه هم به ذهنم رسید، نمیخوام خیلی ادامه بدم به خاطر اینکه آقای عزیزیان هم بیشتر در صحبت ها شرکت میکنن. در دهه 90 میلادی وقتی که کردهای عراقی آواره مرزهای ایران و کردستان ایران شدن، این شهروندان کرد بودن که به یاری اونها شتافتن، شهروندان آذری بودن که به یاری اونها شتافتن. اتفاقا دستگاه حکومتی اونجا هم چپاول میکرد و تمام کمک‌های خارجی که از طرف سازمان هلال احمر و نهادهای بین‌المللی فرانس لیبرتی و خیلی های دیگه میومدن، حکومتیان میومدن این پتوها و این بالش‌ها و این چادرهای تازه را برای خودشون میبلعیدن، میره بودن در واقع و وسایل کهنه و دست دوم رو به این آوارگان تقدیم میکردن. اگر حتی نهادهای حکومتی وارد این مسئله بشن که من در اخبار چند روز گذشته هم تحقیق کردم، سپاهیان بلافاصله وارد اون مناطق شدن. این نهاد نظامی و سرکوبگر و چپاولگر خیلی مشخصه برای سوء استفاده و بهره برداری اقتصادی و امنیتی از این جبهه پیش آمده وارد اینجا میشن، نه اینکه از سر دلسوزی و خدمت و همان گونه که من نمونه هاشو اشاره کردم در دهه‌های 90 میلادی یا حتی در زلزله بم و جاهای دیگه. بله خیلی متشکر جناب آقای رحیم رشیدی روزنامه‌نگار کرد از شرکت جنوالی در این برنامه، سپاسگزارم. جناب آقای فضائل عزیزان، به نظر جناب عالی چرا دولت جمهوری اسلامی ایران از اعلام آمار دقیق در واقع خودداری میکنه و اعلام نمی‌کنه آمار دقیق کسانی که در این زلزله جان باختن؟ ببینید، فقط در یک بخش حریف آمار کشته شدگان به 251 نفر بالغ میشه. اینو خبرگزاری حکومتی ایرنا منتشر کرده و این نشون میده که اعلام واقعا آمار رسمی کشته شدگان در واقعا تأمل برانگیزه که به 300 و اندی اینو اعلام کردن و
همچنین ببینید دخالت مستقیم سپاه پاسداران به بهانه مدیریت امکانات دریافتی مانع ارسال کمک‌های مردمی شدند و مهمتر از این که روزنامه امنیتی رسالت خب اخیراً طی خبری خبرنگاران رو از پوشش اخبار زلزله برحذر داشت و نوشت سیاه نمایی در عرصه زلزله اقدام علیه امنیت ملی. توجه بفرمایید ببینید حتی آمار کشته شدگان از دیدگاه رژیم جمهوری اسلامی امنیتی تلقی میشه، به خاطر این که اگر آمار واقعی رو اعلام کنن قطعاً و بدون تردید بسیار بیشتر از اون چیزیه که از مجاری حکومتی اعلام کردن. نهایت بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی رژیم رو نشون میده که در عرصه بین‌الملل ادعای مدیریت جهانی داره، ادعای پیشرفت در سلاح‌های تکنولوژی چون موشک‌های غارپیما داره، ولی از رسیدگی به یک بلای طبیعی عاجز و درمانده است. و مهمترین مسئله که من میخواستم اینجا خیلی جالب اشاره کنم، اخبار و گزارشاتی داشتیم از هریس و مرزگان که چندین تن از زلزله زدگان به اتهام بدحجابی دستگیر شدن. یعنی نیروی انتظامی به جای اینکه کمک کنه به آسیب دیدگان، برخی از این آسیب دیدگان رو به اتهام بدحجابی هم دستگیر کرده بودیم. گزارشات موثقی ما دریافت کردیم در این مورد. بله جناب آقای عزیزم، به عنوان آخرین سوال، فکر میکنین چرا سپاه پاسداران در این مورد به خصوص در واقع دخالت میکنه؟ آیا واقعا امداد رسانی به زلزله زدگان واقعا کار سپاه پاسدارانه، یا دلیل دخالت سپاه پاسداران در این امر در واقع جناب عالی اینو در چی میبینید؟ ببینید سپاه پاسداران در همه حوزه ها دخالت میکنه، در حوزه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و ید طولایی در این دخالت ها داره. من ببینید معتقد هستم که این مسئله که اتفاق افتاد با توجه به این که حتی مسئولین حکومتی تلاش داشتن که جلوگیری کنن از اقدامات خودجوش و انفرادی مردم در جهت رساندن کمک به مردم، همه اینها نشون از بی‌اعتمادی شهروندان به دولت و نهادهای دولتی از جمله هلال احمر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تلاش میکنه که این نوع کمک ها را جلوش رو بگیره. به خاطر این چه گفتم، هر گونه اجتماعی و همدردی سایر شهروندان ایرانی و با شهروندان آذربایجانی به دید امنیتی تلقی میکنن، و مخصوصا این چه فراموش نکنیم که این منطقه‌ایه که زادگاه بابک خرم‌دین از کل بابک، قلعه معروف در چلیور هم در اون منطقه زلزله زده وجود داره، و سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی تلاش میکنند به بهانه مدیریت امکانات دریافتی در واقع منطقه را کنترل داشته باشند، که چنانچه این زلزله و عواقب ناشی از آن باعث شورش هایی در منطقه بشه بتونن به موقع مردم منطقه را دلگرم کنن. من تنها دخالت سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی رو در این نکته میبینن که بتونن اگر مسائلی پیش اومد، چه خیزش هایی پیش اومد، منطقه را کنترل کنن. بله و سخن پایانی جناب عالی، من همینجا از شما تشکر میکنم و از این تریبون استفاده میکنم و این فاجعه ملی رو به همه شهروندان ایرانی، به عموم مردم ایران، به ویژه شهروندان ایرانی یا شهروندان آذربایجانی مقیم آذربایجان تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که
مردم با کمک‌های خودشون به بازماندگان زلزله کمک کنن و من امیدوارم حداقل مسئولین حکومتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بتونن که این قدرت رو داشته باشن که رئیس صدا و سیما و یا رئیس ستاد حوادث غیر متقربه را در این مورد استیضاح کنند، به مجلس فرا بخونند، حتی که بعید به نظر میرسه ولی حداقل کاریه که نمایندگان مجلس آخوندی اگه واقعا نماینده مردمان باید این مسئولینی که به فکر این روزها نبودن استیضاح کنند، به ویژه این که بنابر اعلام مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در طول یک هفته پیش از این ماجرا 5 لرزه و زمین لرزه این منطقه را لرزانده بود و عملا بی توجهی به اون صورت گرفت، در حالی که اطلاع رسانی در خصوص احتمال وقوع زلزله مشابه میتونست جان خیلی از شهروندان آذربایجانی رو نجات بده و مردم رو برای مقابله با اون آماده نگه داره. بله خیلی متشکر جناب آقای فضائل عزیزان ببخشید فعال سیاسی و مدافع حقوق بشر آذربایجان. با گذشت 8 روز از وقوع زمین لرزه های مرگبار استان تبریز، گزارش هایی از شیوع بیماری های عفونی در مناطق زلزله زده منتشر شده است. گزارش شده که به دلیل کمبود حمام و دستشویی های سیار در مناطق زلزله زده، آسیب دیدگان در این مناطق با مشکل روبرو شدند. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز لرزه‌نگاری ژئوفیزیک دانشگاه تهران، صبح امروز یک شنبه 1 زمین لرزه و 7 پس لرزه شهرستان ورزقان را لرزانیده است. بر مبنای این گزارش این زمین لرزه با قدرت 4.3 در مقیاس ریشتر حدود ساعت 6:30 صبح در عمق 17 کیلومتری زمین رخ داده است. بینندگان تلویزیون تیشک، این بود برنامه صفحه دیگر در خصوص زلزله آذربایجان ایران و بیتوجهی رژیم جمهوری اسلامی ایران به این حادثه. تا دیدار دیگر همه شما را به خدا می سپارم. شب خوشی داشته باشید. بدرود. خدا نگهدار.